بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و درود بر شما همراهان گرامی. به این بخش از اخبار شبانگاهی خوش آمدید. من مهدی بهنام در جوار حرم آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. سرخط خبرهای امشب: پیام تشکر دفتر آیت الله العظمی شیرازی از تمامی کسانی که به مناسبت ارتحال آیت الله سید علی شیرازی تسلیت گفتند. توزیع آب و یخ در میان مراکزی که میزبان زائران هستند از سوی مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام. و اعدام پسر عموی شیخ باقر النمر در عربستان سعودی به اتهام واهی عضویت در القاعده. وقت شما بخیر. دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس قم با صدور بیانیه از تمامی کسانی که به مناسبت ارتحال آیت الله سید علی حسینی شیرازی فرزند ارشد آیت الله العظمی شیرازی همدردی خود را ابراز نمودند، مراتب تشکر و قدردانی خود را اعلام نمودند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، در این بیانیه که نسخه از آن به خبرگزاری شیعه رسیده است، آمده است که به این وسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از همه مؤمنانی که در سوگ هجرت ابدی عالم ارجمند حجت الاسلام و المسلمین حاج سید علی حسینی شیرازی رحمت الله علیه با پیام تسلیت، تماس تلفنی و شرکت در مراسم های تشییع و ترحیم از نقاط مختلف جهان با بازماندگان آن مرحوم ابراز همدردی نموده و یا با حضور در بیت آیت الله العظمی شیرازی واقع در شهر مقدس قم و دفاتر نمایندگی در نقاط مختلف جهان موجب تسلای خاطر بازماندگان آن فقید سعید شدند اعلام می‌داریم. در ادامه این بیانیه آمده است: مرجع عالی قدر آیت الله العظمی حاسه صادق حسینی شیرازی و برادران و کلیه بازماندگان آن فقید سعید قدردان الطاف پرمهر تمامی مراجع عظام تقلید، نمایندگان آیات عظام، حوزه های علمیه جهان اسلام، مؤسسات و نهادهای دینی و فرهنگی، حسینیه‌ها و هیئات مذهبی، شبکه‌های ماهواره‌ای تشیع، مراکز رسانه‌ای، شخصیت‌های دینی، علمی، اجتماعی و عشایری و قاطبه مؤمنان هستند. در پایان این بیانیه تأکید شده از اینکه ابراز لطفتان ما را در مصیبت پیش آمده یاری داد، سپاسگزاریم و از درگاه ایزد منان دوام عزت، توفیق و سلامتتان را خواستاریم. بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. وضع قانون جدید در هند باعث شده است تا مسلمانان این کشور برای تأمین قبر برای مردگان خود با چالش‌های جدی مواجه شوند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از الجزیره، پارلمان هند شاهد اصلاحیه جدیدی در قانون اوقاف بود که در سال 1995 صادر شد. قانونی که اجازه مصادره زمین‌های موقوفه برای مساجد، قبرستان‌ها و زیارتگاه‌ها را در صورت درخواست ارگان‌های دولتی می‌دهد. انتظار می‌رود این قانون بحران دستیابی مسلمانان هند به گورستان‌های خود را برای دفن مردگان خود در دهلی، پایتخت هند، تشدید کند. در پی قطع مداوم برق منزل شهروندان، واحدهای تجاری و شهرک‌های صنعتی در ایران، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران اعلام کرد که این اقدام باعث مختل شدن فعالیت بخش خصوصی شده است. همزمان مدیر عامل شرکت خودروسازی کرمان موتور قطعی مکرر برق را علت اصلی کاهش و توقف تولید خودرو اعلام کرد
و یک فعال صنفی هم در ایران گفت این بحران منجر به ترش شدن خمیر نانوایی ها و وارد شدن ضرر سنگین به نانواها شده است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران ضمن انتقاد از وزارت نیرو به دلیل قطع برق واحدهای تولیدی هشدار داد که این اقدام باعث مختل شدن فعالیت بخش خصوصی شده است. تعداد جانباختگان سیل ناشی از باران‌های موسمی که از ماه گذشته در پاکستان آغاز شده است به 215 نفر افزایش یافته است. عرفان علی، یکی از مسئولان اداره مدیریت بلایای منطقه‌ای پنجاب، با بیان اینکه در 24 ساعت گذشته 24 نفر بر اثر بارندگی شدید در استان مذکور جان خود را از دست دادند، خاطر نشان کرد تعداد جانباختگان بر اثر بارندگی های شدید از ماه جولای تا کنون به 215 نفر افزایش یافته است. مقامات پاکستان همچنین اعلام کردند که بیشترین تلفات در استان‌های پنجاب، خیبر پختونخوا و سند رخ داده است. سازمان ملل متحد اعلام کرد سیل ناشی از بارندگی‌های شدید در یمن جنگ زده منجر به کشته شدن دست کم 60 نفر از ماه ژوئیه تا کنون شده و در مجموع 268 هزار مجروح بر جای گذاشته است. یمن که تقریبا یک دهه است با جنگ دست و پنجه نرم می‌کند، سالانه از سیل‌های شدید رنج می‌برد که توسط بارش‌های سیل‌آسا ایجاد می‌شود، در حالی که بحران آب و هوا باعث افزایش فراوانی و شدت بارش‌ها شده است. آژانس بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارشی که دیروز منتشر شد گفت که از ماه جولای سیل‌های ناگهانی باعث مرگ 36 نفر در استان هدیده، 9 نفر در آب، 8 نفر در مارب و 7 نفر در تایز شده است. سازمان ملل متحد روز گذشته بر وخیم‌تر شدن بحران تغذیه در خاورمیانه و شمال آفریقا هشدار داد و اظهار داشت این شرایط بر یک سوم کودکان این مناطق تأثیر سوء بر جای می‌گذارد. در همین راستا صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در بیانیه‌ای هشدار داد که دست کم 77 میلیون کودک و نوجوان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل بحران‌ها از نوعی سوء تغذیه رنج می‌برند و تأکید کرد که این آمار تکان دهنده است. یونیسف معتقد است که سوء تغذیه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به یک چالش بزرگ تبدیل شده است، زیرا در پس زمینه پیچیده از بحران‌های مداوم، بی‌ثباتی سیاسی، شوک‌های آب و هوایی و قیمت‌های بالای مواد غذایی رخ می‌دهد. هزاران نفر از ساکنان مناطق از جنوب غربی فرانسه به دلیل وقوع آتش‌سوزی جنگلی خانه‌هایشان را ترک کردند. به گزارش خبرگزاری اخبارشی به نقل از الجزیره، هزاران نفر از ساکنان شهرک فلورنتینیان در جنوب غربی فرانسه روز گذشته به دلیل وقوع آتش‌سوزی در جنگلی نزدیک به این شهرک خانه‌هایشان را ترک کردند. مقامات محلی اعلام کردند که مجموعاً 600 آتش نشان، 11 هواپیمای آپاش و 2 هلیکوپتر برای مهار این آتش سوزی گسترده به کار گرفته شدند. هوش مصنوعی نقش بسزایی در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر دارد و می‌تواند مراحل مختلف تبدیل نیرو، نظارت و کنترل شبکه‌های هوشمند و همچنین امنیت نیروگاه‌های هسته‌ای را شامل شود. هوش مصنوعی می‌تواند انرژی‌های تجدیدپذیر را به سمت آینده امن‌تر، سازگار با محیط زیست و کارآمدتر هدایت کند. برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی همچنین می‌تواند از ماهیت متغیر منابع تجدیدپذیر استفاده کنند و اتفاقات آینده را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنند. شایان ذکر است هوش مصنوعی می‌تواند به پیش‌بینی رویدادهای آب و هوایی مانند رویدادهای شدید آب و هوایی، امواج گرما، خشکسالی، آتش‌سوزی و طوفان، افزایش سطح دریا، ذوب شدن یخ‌ها و یخچال‌ها، ناامنی غذایی، اسیدی شدن اقیانوس‌ها، آلودگی هوا و انقراض گونه‌های جانداران نیز کمک کنند. مؤسسه نیکوکاری فرهنگی مصباح الحسین علیه السلام در ادامه فعالیت‌های خود
اقدام به توزیع آب و یخ در میان مراکزی که میزبان زائران هستند نموده است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. مؤسسه نیکوکاری فرهنگی مصباح الحسین علیه السلام در ادامه اجرای پروژه‌های بشردوستانه و خدماتی خود در ایام زیارت اربعین امام حسین علیه السلام به منظور بزرگداشت این مناسبت بزرگ اقدام به توزیع آب آشامیدنی و یخ بین مواکب و مراکزی که میزبان زائران هستند کرد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، عبدالصاحب الکشوان، مدیر عامل مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام در این زمینه اظهار داشت. مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام در ادامه پروژه‌های خدماتی و بشردوستانه خود در ایام زیارت اربعین، طرح توزیع یخ و آب آشامیدنی بین مواکبی که قصد توزیع آب میان زائران را دارند آغاز کرده است. عبدالصاحب الکشوان تأکید کرد که این اقدامات با همکاری مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام و مؤسسه جهانی خیریه و بشردوستانه امام حسین علیه السلام IHC انجام شده است. مدیر عامل مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام در ادامه گفت این ابتکار در روزهای ویژه و حساسی انجام می شود، چرا که زائران با افزایش قابل توجه دما مواجه هستند و نیاز به مصرف آب افزایش یافته است. وی خاطر نشان کرد این اقدام ها بر اساس رهنمودهای آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی صورت می گیرد که همواره بر لزوم ارائه همگونه حمایت و پشتیبانی و خدمات به زائران در داخل شهر مقدس کربلا و در مسیر کربلا در ایام مراسم اربعین تأکید دارند. در آستانه مراسم گرامی داشته آیین زیارت اربعین، در حالی که مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام خود را برای خدمت رسانی به زائران آماده می کند، به اقدامات ویژه خود در رابطه با پروژه مهم راهبردی چشم‌انداز اربعین 2030 با حضور 50 میلیون زائر نیز ادامه می دهد. مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام از بدو تأسیس تا کنون تمام تلاش خود را برای خدمت رسانی به زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام در طول سال به ویژه در ایام زیارت اربعین انجام داده است. از جمله فعالیت‌های اخیر مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام اختصاص تعدادی ویلچر همراه با تعدادی از جوانان داوطلب برای مساعدت به زائران بزرگسال و کمتوان در امر زیارت می باشد. عربستان سعودی با ادعای عضویت عبدالمجید النمر در القاعده و را که مدت‌ها در زندان به سر می‌برد اعدام کرد، در حالی که سازمان‌های حقوق بشر این اتهامات را رد می‌کنند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. روز شنبه 17 آگوست 2024 مقام‌های سعودی حکم اعدام زندانی عبدالمجید النمر ساکن شهر عوامیه در استان شیعه‌نشین قطیف را اجرا کردند. به این ترتیب اعدام او در ردیف 10 مورد از اعدام‌های سیاسی بازداشت شدگان این استان شیعه‌نشین قرار گرفت. وزارت کشور عربستان سعودی در بیانیه رسمی مدعی شد که دلیل اعدام عبدالمجید النمر عضویت وی در گروهی وابسته به سازمان تروریستی القاعده بوده، اما سازمان‌های اروپایی حقوق بشر عربستان سعودی در عکس العملی به این اعدام سیاسی تأکید نموده که عبدالمجید النمر از شیعیان شهر عوامیه واقع در استان قطیف است و این ادعای واهی اعتبار اتهام‌های مطرح شده را کاملا زیر سوال می‌برد. این بیانیه خاطر نشان کرده که وزارت کشور عربستان سعودی به وضوح نوع حکم را مشخص نکرده که به همین دلیل احتمال غیر واقعی بودن اتهام های مطرح شده و سیاسی بودن اعدام را افزایش می دهد. این سازمان تأکید کرد که اظهارات وزارت کشور عربستان سعودی با شخصیت واقعی عبدالمجید النمر مطابقت ندارد، چرا که او از شیعیان منطقه عوامیه بوده
و همین امر باعث ایجاد تردید در صحت اتهامات علیه وی می شود. سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان سعودی همچنین اشاره کرد که عبدالمجید النمر در لیست افرادی که در معرض خطر اعدام بودند قرار داشت و دولت جسد او را مخفی نموده و از اعلام محل دفن او جلوگیری می کند و علاوه بر آن از برگزاری مراسم ترحیم او جلوگیری می نماید که تمامی این رفتارهای غیر انسانی و ضد حقوق بشری بر دامنه رنجی که خانواده های قربانیان تجربه کردند می افزاید. لازم به ذکر است که عبدالمجید النمر در تاریخ 18 آوریل 2018 دستگیر شد. وی پسر عموی شهید شیخ نمر باقر النمر است که در ژانویه 2016 توسط مقام‌های سعودی اعدام شد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پیام تشکر دفتر آیت الله العظمى شیرازی از تمامی کسانی که به مناسبت ارتحال آیت الله سید علی شیرازی تسلیت گفتند. توزیع آب و یخ در میان مراکزی که میزبان زائران هستند از سوی مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام. و اعدام پسر عموی شیخ باقر النمر در عربستان سعودی به اتهام واهی عضویت در القاعده. بینندگان عزیز، به پایان این بخش از اخبار شبانگاهی رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل لولیک الفرج. یا علی، خدا نگهدار.